آمد پیامبر شاه عرب. نویسنده دکتر لطف الله روزبهانی، گوینده احسان عطاری. بخش اول. جای بسیار تعجب است. به راستی این تناقض در نوشتارهای تاریخی از کجا سرچشمه می گیرد؟ یک جا جنایتکاران تاریخ از قبیل چنگیز، حجاج، پولبوت، هیتلر، محمود غزنوی، سلاطین عثمانی و غیره تصویر منفوری از خودشان به جا گذاشتند و تمامی ما درباره آنها با انزجار و تنفر سخن می گوییم. اما یک عده جنایتکار دیگر، غارتگر دیگر در تاریخ به نام منجی و هدایت کننده خطاب می شوند، در حالی که عمل و نقششان به مراتب فاجعه بارتر از عده نخست است. اگر چنگیز برای زمان کوتاهی همه چیز را در مملکت ما به نابودی کشاند، با رفتنش بار دیگر اعتبار از دست رفته بازگشت. اگر حجاج تا موقع مرگ 120 هزار نفر را گردن زد و به هنگام فوت 50 هزار زندانی سیاسی در بندها و زندانهایش وجود داشتند، با مردنش خفقان و مرگ و نیستی پایان گرفت. اما جنایتکاران و چپاولگران گروه دوم کسانی هستند که به هنگام حیات همه چیز را نابود کردند و پس از مرگشان نیز قرن هاست که میلیون ها نفر در فلاکت ایدئولوژی آنها دست و پا می زنند. اگر هیتلر 6 میلیون یهودی را تسلیم کوره های آدم سوزی نمود، در تمام شبه جزیره عربستان در 14 قرن پیش یک یهودی از دست محمد جان سالم به در نبرده. گواه ما چپاول و راندن و قتل عام یهودیان قبایل بنی قینقا، بنی نظیر، بنی مستلق، بنی قریزه و یهودیان ساکن خیبرند. گواه ما آیه 191 سوره بقره است که میگوید هر کجا که مشرکین را یافتید آنها را بکشید و از شهرهایشان آواره سازید. گواه ما آیه 89 سوره نساء است که میگوید از منفقین که در راه خدا گام بر نمی دارند دوست مگیرید و اگر مخالفت کردند آنها را در هر کجا که یافتید به قتل برسانید. گواه ما آیه 61 سوره احزاب است که می گوید مردم پلید را هر کجا که یافتید به قتل برسانید. اما ما نمی دانیم منظور از پلید کیست؟ شاید کسی است که به فرمان محمد گردن نمی دهد و پلید خوانده می شود. گواه ما آیه 5 از سوره توبه است که می گوید مشرکین را هر کجا یافتید به قتل برسانید و یا آنها را دستگیر کنید و از هر سو در کمین آنها باشید. قرآن کلام محمد مملو از آیات ریز و درشت در مورد قتل و جنایت و چپاول است. سوال این است که آیا مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان که به دست محمد و انصارش به قتل رسیدند خدا نشناس بودند؟ در آیه 4 سوره محمد می خوانید وقتی با کافران یعنی پیروان ادیان دیگر روبرو می شوید آنها را گردن بزنید. و ده ها آیه دیگر نظیر آیه 216 سوره بقره، آیه 74 سوره نساء، آیه 41 سوره انفال و جمعاً 31 سوره از 114 سوره کتاب آسمانی مسلمانان از جنگ و خونریزی و قتل و غارت و کشتار سخن می راند.
به استناد اوراق سیاه تاریخ اسلام مستخرج از معتبرترین تاریخ نویسان عرب از جمله صحیح البخاری، محمد ابن اسحاق، الوکیدی، ابن هشام، ابن خلدون، ابن سعد، طبری و مشهورترین اسلام شناسان غربی نظیر لانگز، ویل، گویلام، کله، ویلیام مویر، اسپنسر پرایدکس، کاسیمیر سکای و داسی مگر هزار نفری را که محمد به نام مشرک از دم تیغ گذراند خدا نشناس بودند که آنها را به اتهام کافر بودند قطع کرده یا چشمانشان را در آورده و با دستهای قطع شده در بیابانهای سوزان عربستان رهایشان ساخت؟ در زندگی کدام یک از جنایتکاران طبقه اول شاهد همبستر شدن شخص فاتح با زنان و کودکان پدر یا مادر مرده هستید؟ آن هم درست در کنار کالبد پاره پاره شده آنان، کاری که محمد در مورد یهودیان قبیله بنی نظیر مرتکب شد. این تناقض نوشتاری در تاریخ از کجا سرچشمه می‌گیرد که فردی خود را منجی انسان‌ها بنامد، خود را پیامبر بداند و به پیروانش آموزش دهد که چرا بر سر تصاحب یک بز یا شتر هم دیگر را پاره کنید؟ من به شما یاد خواهم داد که چطور به گنج خسروان دست یابید و هزاران زیباروی پارسی را صاحب شوید و آن وقت نامش را بگذارید خداشناسی و اشاعه یکتاپرستی. اما آخر مگر ایرانیان و رومیان بت پرست بودند که او بخواهد آنها را به خداشناسی دعوت کند؟ پیش از محمد قرن‌ها بود که ایرانیان خدا را می‌شناختند، همانطوری که مسیحیان و یهودیان آن را باور داشتند. پس چه شد که هیتلر جنایتکار از آب در آمد و محمد شد پیامبر و منجی انسان‌ها؟ با اشاره به مطالب فوق قصه امروز خود را آغاز می‌کنیم. قصه سرزمین ریگ‌های داغ و بیابان‌های فراخ، قصه سرزمینی که هیچگاه پای تمدن و فرهنگ تا قرن‌های بسیار بدانجا نرسیده، قصه و سرگذشت مردمانی که بجز شهوترانی، جنایت و چپاول و دزدی هنر دیگری نداشتند. قصه امروز ما شرح حال مردمی است، آن هم در زمانی که تمدن‌های ایران، روم، مصر و بابل چشم‌ها را خیره می‌ساخت و آنها تنها به هتک ناموس و دزدی و چپاول و قتل اشتغال داشتند. قصه امروز ما قصه عرب بدوی بیابانگرد و پیامبر شاه آنان محمد است. محمدی که وعده گنج خسروان و زنان زیبا را داد و تمدن‌های بسیاری را به نابودی کشاند و سایه شوم تئوری‌های واپسگرایانش 14 قرن و اندی است که بر سرزمین‌های مفلوک جهان سومی و دست نشانده افتاده است و روزی نیست که قتل و کشتاری بین پیروانش با شعبات مختلف که در دل مذهب او ساخته شده اتفاق نیفتد. فقر طبیعت در بزرگترین شبه جزیره خشک دنیا با 597 هزار مایل مربع یا حدود 3 میلیون کیلومتر مربع مردمانی وحشی و مادی ساخته بود که تنها به غرایز حیوانی میاندیشیدند و از آب سیاه و لجن مانند و متعفن جمع شده در گودالهای صحرا می نوشیدند و غذاهایشان مار و سوسمار و ملخ بود. مردمانی که تنها با فتنه و فساد، قحطی، خون و خونریزی، چپاول و غارت آشنایی داشته و دمساز بودند.
خون قبایل دور و نزدیک خود را به خاطر تفنن و غارت می ریختند و بنا به گفته ابن خلدون بنای با ارزشی را ویران می کردند تا از سنگ های آن برای گذاشتن زیر دیگ غذایشان استفاده کنند و یا تیر سقف بنای با ارزشی را در می آوردند تا زیر خیمه خود نصب کنند. قانون ریگزار جز زور و شمشیر نبود و پیامبر شاه عرب نیز از همین قانون تبعیت کرد و دودمانها به باد داد و تمدنهای بزرگی را به نابودی و اضمحلال کامل کشانید. تحت نام خداپرستی انصارش ثروتهای ملل دیگر را تصاحب نمودند، هزاران نفر را از دم تیغ گذراندند، هزاران زن را کنیز خیمه و بارگاه عرب سوسمار خار ساختند و هزاران نوجوان و جوان را برده و غلام مشتی حیوان ما قبل تاریخ نمودند. عرب آن زمان به جهت وضعیت هولناک صحرا که هیچ آرامشی را برایشان به ارمغان نیاورده بود، به تنها راه موجه ادامه زیست یعنی حمله و غارت و کشتار روی آورده بودند. تجاوز به ناموس دیگران برایشان از پیش پا افتاده ترین مسائل بود و زن برایشان گاهی از شتر و اسبشان با ارزش تر می نمود، چون مسئله شهوترانی و ارضای جنسی برایشان بسیار مهمی بود. عرب آن زمان را سفاحت و حماقت خاصی بود، تنها به زن و شراب و کشتار می اندیشید. شبهای صحرا سرد و ستاره باران و روزهایش سوزان، وهمنگیز و دهشتبار بودند و در چنین محیطی افکار مالی خولیایی به راحتی وجود یک نفر را می گیرد، همچنان که وجود پیامبر شاه عرب را، آن هم با پیشینه بیماری سر یا اپیلپسی گرفت. این سرزمین نفرین شده هیچ جاذبه‌ای برای ابرقدرت‌های آن زمان نداشت و تنها برای حفظ قافله‌های تجاری این فرمانروایان ریگزار را به خدمت می‌گرفتند. چنان که کمبوجیه پادشاه هخامنشی در جنگ با پادشاه مصر که آمازیس نام داشت، پس از گذشتن از غزه که قبل از ورود به صحرا آخرین شهر بود، در اندیشه بود که چگونه سپاهیانش را از این سرزمین بی آب و علف عبور دهد. وقتی از قلب خشک کبیر و ریگزارهایی که رنگ باران به خود ندیده اند به حاشیه برویم، اگر شهری یا واحه‌ای می دیدیم، از برکت تربیت و تمدن روم و ایران بود، همچنان که از جنگ های مستمری که همواره بین ایرانیان و رومیان وجود داشت، دولت های قسان و حیره پدید آمدند. قسان در کنار شهر شام بود و رومیان آن را در مقابل ایرانیان علم کردند و حیره که نزدیک کوفه قرار داشت. البته نفوذ ایران منحصر به امارات حیره نبود، زیرا از همه قبایل و طوایف عرب بزرگانشان از روی نیاز به درگاه خسروان ساسانی می آمدند و اظهار بندگی می کردند. نفوذ تمدن ایران بر اعراب این نواحی باعث شد تا آنان با خط و کتاب آشنایی پیدا کرده و از اینجا کتاب و نوشته به قلب صحرا رسوخ پیدا کرد. گذشته از نواحی کوهستانی جنوب که از یمن تا عمان ادامه داشتند، در کنار بادیه‌های مجاور شام و بین النهرین شهرهای کوچکی وجود داشتند که عرب در آنجا سکونت داشتند، نظیر مکه، یثرب، طائف و دوام الجندل که به این نواحی حجاز می گفتند و گفتیم که این شهرها به علت وضعیت خاص جغرافیایی هیچگاه مورد توجه جهانگشایان واقع نشدند. در تواریخ آمده که اعراب جزیره العرب از نسل اسماعیل فرزند ابراهیم و هاجر هستند و تا مدت زمانی میان این مردم آیین خداپرستی رواج داشته.
درباره انحراف اعراب از موضع یکتاپرستی به سوی بت‌پرستی اول بار از عمرو بن لهی فرزند ربیعه رئیس قبیله خزاعه سخن به میان می آید. عمرو در جنگ با جرهمیان آنان را از مکه بیرون رانده و مکه را تسخیر می کند و ریاست مکه را برای خود و قوم خود خزاعه رسمی می کند. در سفری عمرو به شام می رود و در آنجا مردم قوم امالقه را می بیند که بت‌های متعددی را ساخته و به عبادت آنان مشغولند و کسب و کار پر رونقی نیز در کنار این بت‌ها در جریان است و او دید که چطور مردم هدایا و نذورات خود را به پای بت‌ها می ریزند و از آنجا بود که فکر مادی و اقتصادی عمرو به کار افتاد و طی پرسجو دستگیرش شد که مردم از بت‌ها طلب باران، رحمت و شفا و پیروزی بر دشمنان را می کنند. کاری که امروزه پس از قرنها مردم پایان قرن بیستم از امامزاده ها طلب می کنند. عمرو از خادمان بت‌ها خواست تا چند بت در اختیار او قرار دهند تا آنها را به مکه برده و در آنجا به مناسبت وجود بت‌ها به مردم برکت دهد. خواستش پذیرفته شد و به روایتی بت حبل و چند بت دیگر را به او می دهند و او راهی مکه می شود. بت‌ها را در خانه کعبه گذاشته و صدای پذیرش قربانی و نذورات را سر می دهد. بنابراین متوجه شدیم که چگونه خانه کعبه محل عبادت بت‌های ریز و درشت شد. گرامی ترین و عزیز ترین بت قبیله قریش بتی بود به نام عزا. عرب این بت را برابر با ستاره ناهید می دانستند و در معبد این بت قربانگاهی ساخته بودند به نام قبقب که همواره این بخش را از خون تازه مرطوب نگه می داشتند. بت عزا مورد پرستش قبایل بنی سلیم و بنی شیبان نیز بود. در کنار عزا دو بت دیگر به نامهای لات و منات نیز وجود داشتند که این دو را پس از عزا ارج و قرب فراوان می نهادند. بت منات بت محبوب قبایل خزاعه، اوس و خزرج و هزیل بود و به آن اعتقادی تام داشتند. عرب اعتقاد داشتند که سرنوشت جهانیان در دست بت منات است. بت لات معبود مردم طائف بود. عرب این سه بت را به نام قرانیق اعلا می نامیدند. البته در داخل خانه کعبه بت معروف و اولیه حبل نیز وجود داشت که به علت سقوط یک دستش شکسته و عرب دستی از طلا برایش ساخته بودند. از بت‌های دیگر می توان به بعل، اساف، نائله و امیانس اشاره کرد. بت آخری یعنی امیانس مورد پرستش قبیله خولان بود. البته اگر بخواهیم به نام تمام 360 بت خانه کعبه اشاره کنیم مثنوی 70 من می شود. در چنین جوی محمد متولد می شود و خود بتی می شود که 14 قرن است که میلیون ها تن کورکورانه و تنها از روی سنت به کیش او گرایش دارند و عده‌ای مفت خور و رمال به نام آخوند گرم کننده بازار این دکان پر رونق هستند. ناگفته نماند که اعراب آن زمان غیر از بت پرستی، آفتاب پرستی، قبیله حمیر، ماه پرستی، قبیله کناعه، قبیله تی، ستاره سهیل و مردم دو قبیله لخم و جزام مشتری را و مردم قبیله اسد عطارد را می پرستیدند. افراد قبیله بنی حنیفه از خرمای تازه بتی ساختند و آن را می پرستیدند و اتفاقاً قحطی سختی رخ می دهد و چون گرسنگی فشار می آورد سر خدایشان ریخته و آن را می خورند.
آری، اعراب سرشان به پرستیدن سنگ و آجر گرم بود و هیچ کس آنها را داخل آدم به حساب نمی آورد. تا اینکه قصه اصلی ما با بررسی زندگی محمد و اجدادش آغاز می شود. راجع به شجرنامه محمد حرف‌های با مزه بسیاری زده شده است. از آن جمله عبدالعظیم رضایی مؤلف تاریخ 10000 ساله ایران از انتشارات کتاب فروشی اقبال محمد را با 47 پشت به حضرت آدم نسبت می دهد. عبدالعظیم رضایی که به خود اجازه داده تا تاریخ 10000 ساله ایران را بنویسد، اصلا فکر نمی کرد روزی یک نفر پیدا شود و بخواهد این 47 نسل را دنبال کند. شاید فکر می کرد ما اصلا از بانک اطلاعاتی، اینترنت، کتابخانه های بزرگ و عظیم و غیر بی خبریم و او هر چه گفته باید چشم و گوش بسته قبول کنیم. البته او از مذهب شیعه تبعیت می کند، ولی خب ما که اعتقادی به این مذهب نداریم و دلمان هم برای به هم زدن نجاسات قرنها گذشت زمان که عامل اصلی خواب ماندن ملتها و فاصله گرفتن ما از قافله تمدن بشریست لک زده، بدون توجه به خواست او و همپالگی هایش چند نفر از اعضای کانون را مأمور درآوردن شجرنامه محمد نمودیم. بدین سان چند تنی را کتابخانه نشین ساختیم و ما حاصل کار را پیش روی چشمان شنوندگان خوبمان باز می کنیم و قضاوت را به عهده خود شما می گذاریم. در کتاب تاریخ 10000 ساله ایران نسبت محمد می رسد به حضرت آدم، و این حضرت آدم یا ابوالبشر همان کسی است که در کتاب عهد عتیق مسیحیان در مبحث پیدایش به آن اشاره شده است. اما این ابوالبشر چگونه به وجود آمده، شرحی با مزه دارد که توجه شما عزیزان را به آن معطوف می‌داریم. طبق روایات کتاب مقدس، خدا روز اول شب و روز را آفرید و روز دوم به آفریدن اقیانوس ها و آسمان ها پرداخت، و چون از این مهم برآمد، در روز سوم آب ها را به آسمان ریخت و زمین را از توی آب درآورد. و می گویند رنگ آبی آسمان به خاطر وجود آب های اقیانوس ها و دریا هاست، نه جو متراکم. روز چهارم خورشید و ماه را به وجود آورد تا روزها خورشید زمین را روشن کند و شبها ماه. روز پنجم زمین را از موجودات ریز و درشت پر نمود، که البته در کتاب مقدس به جانوران آبزی و پرندگان اشاره شده. و روز ششم حیوانات اهلی و وحشی و خزندگان را آفرید. بچه های خوب، خوب توجه کنید که چه دریوری هایی را قرن ها به خورد ما دادند. یکی نیست از خودش سوال کند پس قضیه حلزونی تشکیل منظومه شمسی و قدمت 5 میلیارد ساله زمین و پیدا شدن اولین آثار گیاهان پنج گرگی در میلیارد ها سال پیش و دوران های اول و دوم و سوم و چهارم زمین شناسی با زمانی برابر چندین میلیون سال، تمام اینها پندار است ولی حرف های کتاب مقدس صحیح؟ مبلغان مذهبی کار را آسان کردند. همه چیز در 7 روز آفریده شده. البته به روز هفتم که مخصوص آفریده شدن انسان است اشاره خواهیم کرد. فقط این را بدانید که در کتاب مقدس به دایناسورها و جوراسیک پارک اشاره نشده، و اگر فراموش نکرده بودند که به این دو مسئله اشاره کنند، امروز یونیورسال استودیو مقابلشان نمی ایستاد و پته آنها را روی آب نمی انداخت که مردم با دادن 26 دلار هم سواری بخورند و فان داشته باشند و هم بریش هر چه مبلغ مذهبی و کتاب مقدس نویس است بخندند. دانشمندان می نشینند و تفحص و تحقیق می کنند و می گویند قدمت انسان به 20 میلیون سال می رسد.
در حالی که بنا به گفته یک کتاب مقدس در روز هفتم خداوند به هنگام خاکبازی از گل عروسکی می‌سازد و از راه سوراخ دماغش در او فوت می‌کند و به اصطلاح روح می‌دمد و یکی نیست که بپرسد این همه سوراخ طبیعی و بزرگتر دم دست بود، حالا چرا باید از راه سوراخ دماغ به عروسک گلی فوت کند؟ که البته دانشمندان مذهب شناس پاسخ دندان شکنی در مقابل پرسش ما می‌دهند. آنها می‌گویند چون نزدیک‌ترین سوراخ به مغز سوراخ دماغ است، خداوند نزدیک‌ترین راه را انتخاب کرده. خب پس ما هم می‌گوییم فاصله سوراخ گوش تا مغز که کمتر است، می‌توانید اندازه بگیرید چرا از آن سوراخ استفاده نکرد. دانشمندان مذکور کوتاه نمی آیند و می گویند عقل شما نمی رسد، خداوند تشخیص داده که از راه سوراخ دماغ وارد شود نه از راه گوش. خب پس حالا آن روی ما را بالا می آورند و مجبور می شویم بگوییم چون مولکول‌های خاک فاقد هر گونه ارگان حیاتی و فعالیت‌های مربوط به آن است و در آن خبری از سیتوپلاسم و هسته و هستک و کروموزوم نیست، در آنها نشانی از میتوکندری و دستگاه گلجی وجود ندارد و چون قابلیت تقسیم شدن از دو راه میتوز و میوز را ندارد و چون فاقد کروموزوم و دی ان ای است و چونهای بسیار، بنابراین روح دمیدن در آن از راه دماغ درست نبوده و چون فرضیه فوق فوق العاده آبکی است، بهتر بود خداوند عالم و فهیم از راه های پایین بدن در مجسمش روح می دمید و به اصطلاح آن را باد می کرد. بگذاریم. خداوند قادر و توانا چون ابوالبشر را ساخت، دید ای داد بیداد، ابوالبشر مرتب با خودش ور می رود و کارهای ناشایستی از او سر می زند و از این رو به فکر افتاد تا او را از تنهایی در آورد. لذا اتاق عمل را آماده کردند و ابوالبشر را تحت بیهوشی به نقل از کتاب مقدس روی تخت خوابانیده و یک دندش را از قفسه سینه خارج و با آن دنده زن یا حوا را می سازد. به نازم به هرچه آدم چیز مغز است. حالا از کجای دنده که سوراخ ندارد می خواهد در آن فوت کند بماند؟ البته دانشمندان مذهب شناس میگویند خداوند قادر و متعال آن زمانها از سوراخ‌های مغز استخوان مطلع بود و در ضمن بون مارو ترانسپلانتیشن نیز می‌کرده و شما خبر نداشته اید. به هر حال حضرت آدمی که از گل ساخته شد، جد پدری محمد و حوا که از دنده آدم ساخته شد، شد جد مادری محمد. باور کنید آدم وقتی کتاب مقدس را می‌خواند به خاطر جذبه و کشش آن نمی‌تواند آن را زمین بگذارد. وقتی بلایی که سر آدم و حوا آمد را مطالعه می‌کردیم، دلمان نیامد از آن گذشته و آن را برایتان بازگو نکنیم. مار حوا را فریب می‌دهد و حوا سیب باغ عدن را گاز می‌زند. خداوند غضب گرفته و زن و مار را نفرین می کند. نفرین مار این بود که تا زنده ای روی شکمت خواهی لغزید. حالا تکلیف هزاران خزنده دیگری که گناهی نداشتند و کسی را فریب ندادند چیست؟ ما که سردر نیاوردیم. و به زن یا همان حوا می گوید به خاطر فریبی که خوردی و سیب نشسته خوردی، کاری میکنم تا زاییدنت دردناک باشد. کتاب مقدس، مبحث آفرینش. البته آن موقع ها خداوند از پیشرفت علم زنان و زایمان مطلع نبود و نمیدانست روزی زایمان بدون درد نیز امکان پذیر است. به هر حال با نفرین خداوند حوا شروع به زاد و ولد نمود و از این لحظه با پیگیری شجر نامه محمد آنقدر جلو می رویم تا به او برسیم. نکته جالبی که در اینجا بچه های خوبم با آن مواجه خواهند شد، سن و سال اجداد محمد است که از کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان استخراج شده.
برای شما همواره متوسط عمر یک انسان، آن هم در ممالک پیشرفته که از سطح بهداشت بالایی برخوردارند، 75 سال بوده. اما اگر به ارقام چند صد سال برخوردید، جا نخورید. حال این شما و این هم شجره نامه محمد از زمان آدم ابوالبشر تا او. توضیح این که اعدادی که بیان می شود طول عمر فرد مورد اشاره می باشد. حضرت آدم 930 سال، شیس 912 سال، انوش 905 سال، قینان 910 سال، محلل ایل 895 سال، یارد 800 سال، خنوع 365 سال. آخه این طفلی در اون فوان زندگی جوان مرگ شده. متوشاله 969 سال، لمک 777 سال، نوح 950 سال. راجب نوح قصه های با مزه کتاب مقدس از انتشارات کانون را بخوانید. سام 500 سال، ارفکشاد 403 سال، شاله 403 سال، آبر 430 سال، فالج 239 سال. از این که میبینید سن افراد پس از نوح مرتب تنزل پیدا میکند، تمامش تقصیر نوح است، چون او پیش از طوفان در کنار تمام حیواناتی که جفت جفت در کشتیش که به اندازه باغ وحش سندیگو بود قرار داد، از تمام سوشهای میکروبی و ویروسی و قارچ ها و انگل ها و غیره نمونه هایی برداشته و آنها را در انکیپاتور کشتی قرار داده و کار را خراب کرد و بعدها موجب مرگ و میر فرزندان و نواده ها و نبیره ها و ندیده های خود شد. به هر حال خداوند نوح را با این دست گلی که به آب داد نمی بخشد. البته در کتاب مقدس به پایین افتادن سطح بهداشت نیز اشاره شده که چطور سن افراد از 950 سال یک دفعه به 200 سال و زیر آن رسیده. اکثر مورخین عامل مرگ و میر بزرگان مذهب را اسهال مزمن گزارش کردند. از اینکه توضیح بیشتر از اندازه داده شد میبخشید. برگردیم به دنباله شجره نامه. پس از این با اسمهایی با عمری نزولی مواجه میشویم که تنها به بیان آخرینشان که مهمترین هستند اشاره میکنیم. عبد مناف 75 سال، هاشم 80 سال، عبدالمطلب 120 سال و عبدالله پدر محمد 25 سال. با این حساب و طول عمر بسیار زیاد اجداد محمد به نظر می رسد که عبدالله در دوران نوزادی فوت کرده. و بالاخره محمد 63 سال. بچه های خوبم، دیدید که هرچه افراد در شجره نامه به محمد نزدیکتر می شوند، از میزان سن و سال آنها کاسته می شود که دلیل علمی آن را در شب زنده‌داری و کار بیش از حد از بدن کشیدن باید جستجو نمود. حالا می رویم سر حساب و کتاب. لطفاً ماشین حساب خود را آماده کنید. اگر متوسط عمر اجداد محمد آن را هم دست بالا یعنی 500 سال بگیریم، بزنید 500. 47 نسل را آنها پشت سر گذاشتند تا به محمد رسیدند. خب پس 47 را در 500 ضرب کنید، می شود 23500 سال. از زمان محمد تا امروز هم 1400 سال گذشته، آن را به 23500 اضافه کنید، می شود 24900 سال. یعنی از زمانی که خداوند آدم را آفریده تا امروز تنها 24900 سال گذشته. پس این دانشمندان چه می گویند که دایناسورها مال 150 میلیون سال پیشند و یا تریلوبیت ها مال 360 میلیون سال پیش؟ یا اینکه انسان‌های هموساپینس و نئاندرتال قدمتی برابر 20 میلیون سال دارند.
تنها این دانشمندان خدا نشناس کافرند که همش حرف از میلیون میزنند، ولی کتاب مقدس حرف از چند هزار سال میزند. خب کدام را میشود باور کرد؟ نیمه عمر رادیو اکتیو را که میتوان با آن سن موجودات را تخمین زد، یا صفحات چرکین کتاب مقدس را، فسیل های به دست آمده را، یا نوشته هایی که بوی غذای شب مانده خارج شده از بدن را می دهد، تکامل موجودات را، یا این خزعبلات را؟ مسئله انقدر روشن است که نیازی به توضیح ندارد، هرچند تشخیص سن استخوانی از پیش پا افتاده ترین کارها در علم بیولوژی است و تا کنون محض نمونه استخوان انسانی را پیدا نکردند و بگویند این فرد 800 سال عمر کرده. البته مذهبیون که از رو نمی روند و می گویند خداوند قادر و تواناست و هر کاری که بخواهد بکند می کند. و ما نیز میگوییم در خلاف روند طبیعی و طبیعت، نکته و مطلبی به کتف ما فرو نمی رود، حال می خواهد از طرف هر منبعی باشد. با اطلاع از شجر نامه طیبه روز دوشنبه 12 ربیع الاول برابر با 20 ماه نیسان 891 رومی یا 572 میلادی مصادف با 17 دی ماه تاریخ فارسی و سال آمولفیل فرا می رسد و از عبدالله و آمنه کودکی متولد می شود که نام او را محمد می‌گذارند. مسلمانان می‌گویند در تورات یهودیان در باب‌های 32، 21، 16 و 14 آیاتی آمده که تولد محمد را پیش‌بینی نموده. آیات اشاره شده را مورد بررسی مجدد قرار داده و با راهنمایی آنان به سراغ آیه 7 از باب 16 می‌رویم که موسی گفته رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم قاراقلیت نمی آید. مسلمانان قاراقلیت را به احمد ترجمه کردند و مسیحیان به روح القدس و بهائیان به باب، در صورتی که معنی صحیح قاراقلیت از ریشه ترکی آن یعنی قاراشمیش به معنی هردنبیل و هرکی به هرکی مشتق شده. قاراقلیت این معنی را می دهد که در این آشفت بازار مذهبی هر ملتی که دست به فریب خوردنش بهتر است می تواند آن را منسوب به خود نماید. در خصوص تولد محمد خیلی ها قلم فرسایی کردند. نظرات و نوشته های میم الف فجر در کتاب فجر اسلام از انتشارات امیر کبیر جالب و بامزه است. تولد محمد مصادف با سلطنت انوشیروان پادشاه ساسانی است. این نکته را داشته باشید تا برویم سراغ مطلب میم الف فجر. آمنه دید که پیکر لطیف و شکننده نوزاد کوچکش بر زمین افتاد و آنگاه نوزاد به سوی کعبه سجده برده و دستهایش را به سوی آسمان برده و مناجات کرد. بچه های خوبم که قصه مهدی بیا را شنیدند با این قلم فرسایی های شکمی آشنایی دارند. آمنه حیرت زده گوش سپرد و دید لبهای کودک می جنبد و او می گوید لا اله الا الله. آمنه لرزید که حق هم داشت بلرزد و لرزش او وقتی بیشتر شد که بر بام آسمان هزاران فرشته را دید که برای محمد دست تکان می دهند و بعضی از آنها شماره تلفن رد می کنند. این جناب فجر که تصور می رود از افکار مالی خولیایی به پیغمبر گرامیش رفته، اضافه می کند فرشتگان 70,000 قصر از مروارید و 70,000 قصر از یاقوت سرخ بهشت به نوزاد هدیه دادند. حالا چرا با این همه دارایی محمد دلش را به چند بز و گوسفند خوش می کند خدا داند.
آمنه با ناباوری از آن همه هدایا که در بیابان چیده شده بود گفت اینها مال پسر من است و فرشتگان گفتند اینها که چیزی نیست، تمام دنیا از آن پسر توست. طاق کسرای انوشیروان مال اوست و اصلا شش دانگ بهشت مال اوست. بنا به نوشته این جناب فجر ببینی چه بلایی سر انوشیروان می آید. وقتی که محمد متولد می شود، خسرو انوشیروان در تالار بار عامش که طاق کسرا نام دارد نشسته بود. این بنا از این ترین بنای آن دوران بود که در کرانه دجله قرار داشت. مساحت این کاخ را 12 هکتار تخمین می زنند. طاق کسرا بنایی عظیم به بلندی 30 متر بوده و نمای آن از سنگ مرمر. در درون قصر بارگاهی وجود داشت به وسعت تقریبی 26 متر در 42 متر. خسرو انوشیروان از صبح حالت بهت غریبی داشت. به هر چی که می اندیشید نمی توانست دردش را بفهمد. خسرو انوشیروان در حال خود بود که صدای مهیبی شنید و نگهبانان فریاد برآوردند که طاق شکست، 14 ستون سنگیش فرو افتاده. بدون اینکه زلزله‌ای حادث شود، نکند که کار آن نوری بود که از طرف حجاز آمد و به قصر ما خورد. این نور از تشت زایمان محمد بلند شده و به طاق کسرا اصابت کرده. حالا بیایید بگویید که موشک های دور برد تازگی ها اختراع شده، اما آن موقع ها قبیله قریش مجهز به موشک های کرم ابریشم ساخت چین بودند که از مکه می توانستند قلب ایران را هدف قرار دهند. از اضافات دیگر این جناب میم الف فجر این است که به هنگام تولد محمد تمام آتشکده های داخل ایران خاموش شدند، آتشکده هایی که هزاران سال روشن بودند و یک دم هم خاموش نگشته بودند. خسرو انوشیروان از شنیدن خبر خاموش شدن آتشکده ها تاج 90 کیلویی سرش را برداشت و از فرط غضب آن را مشاله نمود. حالا انوشیروان بدبخت چطور می توانست 90 کیلو تاج را روی سرش حمل کند؟ این نیز از احادیث اسلامی است. بهتر است که از این مقال بگذریم که ادامه مزخرفات میم الف فجر ممکن است سلامتی شما شنوندگان عزیزم را به خطر بیندازد. به هر حال تولد محمد با شلیک موشک‌های دوربرد زمین به زمین شروع شد و بنا به گفته میم الف فجر محمد برای اعاده شرافت انسانی و میراث الهی به آدمی، این موجود مظلوم که سراسر تاریخ غنایمش را به تاراج برده اند و هویتش را از اصالت و معنی خالی کرده اند زاده شد. پس این حرف ها از زمان محمد تا حالا زده شده بود و باز بزرگترهای ما دوزاریشان نیفتاد و روح الله خمینی آمد و حرف های بالا را باز هم قرقره کرد و گفت شماها نمی خواهید آقای خودتان باشید، می خواهید نوکر باشید. باز هم ما متوجه نشدیم که چه خواب دهشتناکی برای ما دیدند و ما مظلومان که از زمان محمد شرافت و نسبت و همه چیزمان غارت شده است، باز تن به غارت مجدد دادیم و باز فریب ریش و عمامه و نعلین را خوردیم و 40 و اندی سال است که در سوگ شرف از دست رفته، حیثیت برباد رفته و کنج غربت و عزلت نشستن و نگاه مات به ذبح اسلامی هر روزه هموطنان دوختن گذران عمر می کنیم. محمد متولد می شود و در حالی که پیش از تولدش پدرش عبدالله بر اثر بیماری سختی که پس از مراجعت از سوریه گرفته می میرد، محمد بدون پدر به دنیا می آید و این قدم اول ناراحتی های روحی این بچه بی پدر است.
آنچه از عبدالله برای او و مادرش آمنه می ماند 5 نفر شتر است، به اضافه 1 برده به نام ام ایمن. عبدالمطلب پدر بزرگ محمد او را برای تبرک دادن به بتخانه کعبه می برد. پس از مراجعت آمنه به خاطر ضعف و بیماری مزمنی که داشت و همچنین طبق رسوم آن زمان که بچه ها را در خارج از شهر و به قول امروزی ها در ییلاق بزرگ می کردند، به حلیم خاتون یکی از زنان قبیله بنی سعد می دهند تا او را بزرگ کند. و حالا ییلاق ریگزار حجاز کجا میتواند باشد که آب و هوایی بهتر از مکه و مدینه دارد؟ بماند. بعضی ها میگویند ثروت عبدالله طوری بود که امکان استخدام دایه را داشت، اما ما میگوییم درست است که عبدالله از قبیله قریش بود و قریش در زمانهای پیش از محمد از مرفه ترین قبایل عرب به شمار میرفت، ولی در زمان او از فقیرترین طوایف به حساب می آمد و چون افراد آن به نگهبانی از بتخانه کعبه اشتغال داشتند و مسئله آن روز با نایب الطویله آستان قدس رضوی بودن امروز کلی فرق داشت، پول چندانی نصیب این طایفه نمی گردید. گفتیم که تنها دارایی عبدالله پس از مرگ 5 نفر شتر بود که آن هم به استناد گفته های میم الف فجر در کتاب فجر اسلام که تعداد شترهای خدیجه را 80,000 نفر قید کرده، میبینیم که اصلا قابل عرض نیست. حلیم خاتون محمد را با خود به چادرش می برد و طبق روایت معتبر از تاریخ نویسانی که قبلاً به آنها اشاره شد 2 سال آمنه او را نمی بیند. 2 سال اول عمر بچه‌ای رنگ مادر نمی بیند و در دامن دایه بزرگ می شود. محبت مادر و گرمی آغوش او را لمس نمی کند. و ما بعدها میبینیم که محمد وقتی در سنین بالا با کوچکترین ناملایماتی مواجه میشود مثل زنان گریه سر میدهد. درست 180 درجه مخالف مردان عرب که طبیعت قهار ریگزار از آنها موجوداتی سخت و خشن میسازد. محمد از هنگام تولد با فقر عاطفه و محبت و یتیمی زندگیش شروع می شود. حلیم خاتون پس از 2 سال محمد را به مادرش آمنه برمی گرداند، ولی چون آمنه در وضع جسمی بسیار بدی قرار دارد از او می خواهد تا محمد را بار دیگر پیش خود برده و بزرگ کند و حلیم خاتون 2 سال دیگر محمد را با خود به چادرش می برد. در 4 سال اول عمر کودکی تنها 1 بار مادرش را می بیند. شاید برخی از شنوندگان کتاب از ما ایراد بگیرند که چطور ممکن است مادری بتواند 4 سال دوری بچه‌اش را تحمل کند و به دیدارش نرود. و ما می گوییم اولاً که آمنه سخت بیمار بود، دوماً که قبیله بنی سعد و به طور کلی قبایل بیابانگرد عربستان هر روز از جایی به جایی کوچ می کردند و هیچگاه جای مشخصی نداشتند که بگوییم محمد را به فلان دیکر یا پرسکول یا غیر و زالک سپردند که هر وقت خواستند به ملاقاتش بروند. و چون 4 سال از نگهداری محمد توسط حلیم خاتون می گذرد، او محمد را پیش آمنه آورده و می گوید امکان نگهداری محمد بیش از این مدت برای من میسر نیست، چون بچه تو حالت قش دارد. و حلیم خاتون اضافه می کند که این حالت به خاطر تأثیر ارواح خبیثه در وجود این کودک است. آمنه وضع خودش را برای حلیم خاتون تشریح می کند و می گوید محمد بچه خوبی است و با ارواح خبیثه کاری ندارد، چون محبت مادری مانع از دیدن حقایق می شود
و آنقدر اصرار می کند که حلیمه خاتون یک سال دیگر محمد را با خود به صحرا می برد و حالا محمد پنجمین بهار زندگیش را پشت سر گذاشته که تحمل حلیمه خاتون تمام شده و این بار خیلی جدی محمد را به مادرش آمنه تحویل می دهد. راجع به داشتن بیماری سر یا اپیلپسی در محمد بسیاری نقطه نظر واحد دارند، نظیر کوله و ابن اسحاق. به این نوشته از کتاب سیرت الرسول از ابن اسحاق توجه کنید. روزی نزدیکان محمد از او خواستند تا راجع به زمان کودکیش شرحی دهد و او گفت روزی من با برادر رضاییم، یعنی پسر حلیمه خاتون، از یک گله گاو مراقبت می کردیم. دو مرد سفید پوش که یک تشت طلایی پر از برف با خود داشتند به طرف ما آمدند. مرا گرفتند و سینه‌ام را باز کردند و قلبم را از بدنم خارج نمودند و قلبم را از وسط پاره کردند و یک لخته خون سیاه از آن درون بیرون آوردند و آن لخته خون را دور انداخته و سپس قلب و بدنم را با دقت بسیار با برف شسته و یکی از آنها به دیگری گفت او را در برابر 10 مرد از قبیلش وزن کن و آن مرد این کار را کرد و مشاهده نمود که من سنگین ترم. سپس مرد اول گفت او را در برابر 100 نفر و 1000 نفر وزن کن و دومی نیز آن کار را کرد و گفت که من سنگین ترم. تا اینجا یه قصه را داشته باشید تا به سراغ حلیمه خاتون برویم و ببینیم که او چه میگوید. حلیمه خاتون میگوید روزی محمد به اتفاق پسر من مشغول مراقبت از گاوها بودند که پسرم آمد و گفت دو مرد سفید پوش برادر قریشی مرا گرفتند و کالبد شکافی می کنند. من و شوهرم به محل چرا رفتیم و دیدیم که صورت محمد غیر عادی به نظر می رسد و کف دور دهانش جمع شده و دهان و دندانهایش کلید شده و مرتب حرکات تشنجی دارد. بعد که حالش بهتر شد از او پرسیدم چه اتفاقی افتاد و او گفت دو مرد سفید پوش مرا روی زمین خوابانیدند، بدنم را باز کردند و در داخل بدن من به جستجوی چیزی بودند. حلیمه خاتون اضافه می کند ارواح خبیثه در درون این بچه خانه کردند. کوله در خصوص دو مطلب بالا این اظهار نظر را می کند این رویداد در زمانی که محمد 5 یا 6 سال بیشتر ندارد اتفاق می افتد و نشانه ایست از عوامل مهم برای درک حالات روحی و همچنین فرم گرفتن شخصیت او. بیماری روحی محمد و حملات قشمانند آن که همواره محمد فکر می کرده بر اثر حضور جبرئیل است در تمام طول عمر او را رنج می داده. هنگامی که به سبب حمله های هیستریکی زیر تأثیر تخیلات قرار می گرفته احساس می کرده که به او وحی می شود. البته بیماری محمد را سر یا اپیلپسی کامل نمی توان برشمرد، چون پس از هر حمله محمد جزئیات حمله را به خاطر سپرده و آنها را بازگو می کند، در حالی که اکثر مبتلایان به سر این حالت را ندارند که دقیقا همینجا دانشمندان مذهب شناس دست روی این نکته می گذارند و می گویند این از معجزات رسول اکرم است که قش داشته ولی مطالب را به خاطر می سپرده. و ما میگوییم سر حالات مختلفی دارد، همین و بس. محمد را دوباره تحویل مادرش آمنه میدهند و او تا هنگام مرگ مادرش، یعنی به مدت چند ماه، نزد او میماند. آن دو به اتفاق ام ایمن به مدینه میروند و به هنگام مراجعت است که بین راه مدینه و مکه در محلی به نام ابوا آمنه بدرود زندگی میگوید.
5 سال در دامان دایه بزرگ شدن، 1 سال دمخور مادر بیمار بودن و در 6 سالگی یتیم کامل گشتن. مرگ مادر در روحیه مجروح و بیمار محمد تأثیر عمیقی می‌گذارد و بعدها درد محمد در قرآن در 23 مورد درباره کمک به یتیمان تجلی پیدا می‌کند. همانطور که در آیه 6 سوره زها می‌خوانیم: آیا تو طفل یتیمی نبودی که خداوند به تو پناه داد؟ آمنه در سال 578 میلادی میمیرد و عبدالمطلب که پیرمردی 108 ساله سرپرستی محمد را به عهده میگیرد. او نیز پس از 3 سال فوت میکند. پس از مرگ عبدالمطلب، عموی محمد یعنی ابو طالب سرپرست او میشود. ابو طالب آدم پرمشغله‌ای بود که خانواده‌اش هم رنگ او را نمی‌دیدند و او بود که محمد را به شغل شتربانی کاروان‌هایی که بین مکه و سوریه در رفت و آمد بودند گماشت. محمد در سنین بین 10 تا 14 سالگی چندین مرتبه به سوریه می‌رود و در یکی از این سفرها با یک راهبه همسفر شده و او اصول دین مسیحیت را به محمد می‌گوید که بعدها محمد از اطلاعاتی که آن راهبه به او داده و کامل هم نبوده استفاده می‌کند. موقعی که محمد از سفر سوریه به مکه مراجعت می‌کند، همزمان با حمله ابرهه حاکم حبشه به مکه بود که او تصمیم گرفته بود مکه را ویران و مرکز تجارت را به صنعا منتقل کند و چون ابرهه با سپاهیانی که اکثراً فیل سوار بودند راهی مکه شد، اعراب مبدأ حرکت او را عام الفیل خواندند. محمد میبایستی در این جنگ شرکت کند، ولی به خاطر روحیه بیمار از میدان جنگ گریخت و فرار او را مورد مضحکه دوستان و آشنایانش قرار داد، طوری که دیگر نمیتوانست در مکه و در خانه عمویش ابو طالب بماند. لذا به اجبار خانه عمو را ترک و از مکه خارج شد. رفتن محمد از مکه مصادف با 25 سالگی او بود. او در این سن به پست‌ترین مشاغل آن زمان یعنی چوپانی تندر داد. چیز غریبی که در تمام زندگی پیامبران به چشم می‌خورد این است که تمامی آنها چوپان بودند. ابراهیم چوپان بود، موسی چوپان بود، عیسی چوپان بود، محمد نیز چوپان بود و جالب اینجاست که نایب برحقش امام زمان در قرن 20 یعنی روح الله خمینی نیز چوپان بود و به قولی آموزش این علم بعدها در هدایت احشام نقش بسزایی بازی می کند. خود محمد پس از آنکه به بعثت رسید گفت: اشتغال من به وظیفه چوپانی در واقع نشانه رسالت من به پیامبری بود، زیرا داوود و موسی نیز قبل از رسالت به پیامبری به شغل چوپانی اشتغال داشتند. جالب این است که تمام ادیان بزرگ در صحراهای گرم و سوزان و بی آب و علف به وجود آمدند، زیرا از خصایص صحرای گرم سکوت مطلق آن است که سبب اندیشگری و تقویت پندار می شود. دقیقاً همانطوری که در لاس وگاس شاهد بودیم که چطور صحرای داغ و برهوت نوادا سبب اندیشمندی کسانی شد که از آن بیابان برهوت بزرگترین مرکز تفریحی دنیا را بسازند، و ای کاش محمد هم چنین انگیزه‌ای داشت و حالا تمامی کشورهای اسلامی در ناز و نعمت و پول و فان به سر می‌بردند، نه اینکه در فقر و فلاکت و جهل و گریه و زاری گذران عمر کنند. پس از چوپانی محمد متصدی شغل دیگری شد و آن خدمت کردن به یک تاجر لباس فروش به نام صائب بود. در بازار حیاچه در جنوب مکه محمد با خدیجه که قبلا 3 بار ازدواج کرده آشنا می شود.
در خصوص این آشنایی و شخص خدیجه نوشته های میم الف فجر در کتاب فجر اسلام صفحه 361 خالی از طنز و لطیفه نیست. خدیجه ثروتمند ترین زن خطه عربستان و حجاز و نجد بود. زنی بود که 80,000 شتر داشت و این شتران در راه مصر و شام و حبشه در کار آمد و شد و رساندن کالاها و مال و تجارت‌های او بودند. زنی که رمه‌هایش در تمامی صحراهای نجد و حجاز پراکنده بودند و در هر جا چیزی داشت. زنی 40 ساله و زیبا، اما در تمام کتب تاریخی دیگر قیافه ظاهری خدیجه را از فرم عادی نیز پایین تر دانسته و از او به عنوان زنی زشت صورت یاد کردند که تا کنون دست رد بر سینه خواستگاران و ثروتمندان زده بود. البته منهای 3 ازدواج شرعی پیش از محمد و داشتن 2 پسر و 1 دختر. این بانو در اندیشش بلند پروازی موج می زد. زنی بود سخاوتمند که در تمامی مکه و حجاز مرجع دائمی رجوع بینوایان بود. به جوانان سرمایه کار می داد و به لقب مادر یتیمان مشهور شده بود که این مورد را 100% قبول داریم. خدیجه در دنیای رنگارنگ خود غوطه می‌خورد. این همه مال و منال می‌خواهم چه کنم؟ 40 سال از عمرم گذشته و 3 شوهر قبلیم دقمرگ شدند. من به یک جوان نیاز دارم که مرا 24 ساعته به خود بفشارد. من خواهان نیروی جوانیم، نه از خودم مسن‌تر. واقعا که نوشته های میم الف فجر آدم را به یاد فیلم ممل آمریکایی می اندازد. در همین افکار است که خدمتکارش می آید به داخل و می گوید: بانو جان، چرا در تاریکی نشسته اید؟ جوانی محمد نام پایین دم در خانه است و با شما کار دارد. ناگهان قلب خدیجه فرو می ریزد. کم مانده که چراغ دستش به زمین بیفتد. رنگش پریده و زانوانش به سختی می لرزند. نکند این جوانک به خاطر پول به سراغم آمده؟ نه نه، او به خاطر خود من آمده. ثانیاً پول فدای صفا و حال. آهای، بگویید محمد امین، محمد صادق، همان هرچه هست بیاید بالا، دم در بد است، منتظر بماند. و محمد بالا می رود و قند تو دل خدیجه آب می شود. تن محمد از رایحه معطر و خوشبو انباشته است. بینی باریک و کشیده و خوشنگاری دارد که میانه آن اندکی برآمده است. پوستش گندمگون و ریش انبوهی دارد. دهانش بزرگ است و دندانهایش سخت سپیدند. لبهایش کشیده و گلرنگ و گردنی دراز دارد. قوی اندام و شکمی فروتر از سینه‌اش دارد. میان 2 کتفش پهن و گشاد و سر و استخوان‌های بدنش بزرگ و قوی‌اند. این همین ویژگی‌ها را می‌توانید در نوشته‌های مربوط به امام زمان در کتاب مهدی بیا نیز بخوانید. ساعد و ساقش صاف و سختند و وقتی راه می‌رود سر به زیر دارد و به گوشه چشم نگاه می‌کند. می‌بینید شنونده‌های خوبم؟ خدیجه چقدر باید سرد و گرم چشیده باشد که در لحظه و دیدار نخست چنان محمد را تجزیه و تحلیل و تحت بررسی‌های همه جانبه قرار داده باشد. کافیست خصوصیات فوق را به نقاشان پلیس دپارتمان لس آنجلس بدهیم و آنها تصویر محمد را نقاشی کنند. میم الف فجر در کتاب خود چنان از روابط عاشقانه محمد و خدیجه سخن می‌راند که ویلیام شکسپیر و اثرش اوتلو پیش داستان محمد و خدیجه رنگ می‌بازد. جالب اینجاست که در کتاب مذکور آمده که والدین خدیجه خصوصاً پدرش خویلد با ازدواج او و محمد مخالف بوده و می گفته آخر یک جوان مبتلا به سر به درد تو نمی خورد.
ولی خدیجه دو پایش را در یک کفش کرده بود و می گفت از سه شوهر قبلیم که خیری ندیدم، حالا او را می خواهم. و بالاخره بر اثر اصرار والدین و آشنایان را راضی به انجام چنین وصلت فرخنده‌ای می کند و خطبه عقد را ورقت ابن نوفل عموزاده خدیجه می خواند. 10 سال از زندگی آنها می گذرد و بنابه نوشته میم الف فجر خرد گم کرده، هرچه خدیجه پول می سازد محمد به خاک می دهد، قرض وامداران را می دهد، به بی سرمایه ها سرمایه می بخشد، برای افراد وسایل لازم زندگی می خرد. محمد که وضع مالیش به برکت وجود خدیجه خوب شده است و وضع مالی اسفناک عمویش ابو طالب را می‌بیند، علی پسر عمویش را پیش خودش می‌آورد و سرپرستی او را قبول می‌کند. در سفرهای تجاری محمد به سوریه، محمد در احوال مراسم مذهبی و فرایض دینی مسیحیان آن دیار سخت توجه نشان می‌دهد. غیر از امور تجاری که آن هم بعدها به صورت آموزش در احوال ادیان دیگر در آمده بود، تفریح و فان محمد این بود که به کوه حرا می رفت. محمد از خدیجه صاحب 2 پسر و 4 دختر شد. دخترش در سالهای اول حیات مردند و تنها دختران زنده ماندند. اولین پسر محمد اسمش قاسم بود و از این رو یکی از القاب محمد ابوالقاسم است، یعنی پدر قاسم. رفاه کامل محمد در سنین 35 تا 40 سالگی بود و همین رفاه بیش از حد بود که او را به فکر تغییرات عمده و یا تنوع در زندگیش انداخت. زندگی محمد در دوری جستن از مردم خلاصه می شود. او هیچ تمایلی به آمیزش با مردم ندارد و چه جای تعجب بسیار است که چند سال بعد دعوی پیامبری برای مردمی می کند که یک عمر از آنها گریزان بوده است. البته دوری جستن محمد از مردم به دلیل کمپلکس و عقده های دوران جوانی اوست که در فقر و مکنت به سر می برده و تماس با مردم رنج ایام فقر و محرومیت را در ذهنش زنده می کرده و خود مردم نیز به خوبی می دانستند که محمد آدمی است نوکیسه که از برکت ازدواج با خدیجه صاحب مال و منال شده است و از این رو به او هیچ گونه ارجی نمی گذاشتند. حالا برنامه کوه نوردی محمد رنگ دیگری یافته است. او هر سال در ماه رمضان به غار حرا می رود و در سکوت محض به تفکر می پردازد. بدیهی است که اندیشه های محمد برای ساختن یک دین جدید به طور ناگهانی صورت نگرفته و آموزش های راهبه مسیحی و دیدن مراسم مذهبی مسیحیان در سوریه و شام پایه افکار او را می ساختند و او تنها به این فکر می کرد که چطور در محدوده حجاز یکتاز شود و حتی تصورش را هم نمی کرد تا اسلام از شبه جزیره عربستان به خارج راه یابد، که در این خصوص آیه 7 سوره شورا می گوید ما قرآن را برای تو به زبان عربی وحی کردیم تا تو مردم ما در شهرهای مکه و اطراف آن را از روز قیامت بترسانی. تفکر محمد در غار حرا به خاطر آن بود که چطور عقده‌های درونی کودکی و نوجوانی را التیام بخشد و انتقام خود را از مسببین آن بگیرد و کلماتی که بعدها از دهان محمد خارج شد به هیچ وجه چیز تازه‌ای نبوده، زیرا تمامی آنها زیر بنای ادیان یهود و مسیح به شمار می‌رفتند.
البته تبلیغات یهودیان یثرب در مورد اینکه به زودی پیامبری ظهور خواهد کرد و یک سیستم عدل و انصاف را جانشین مظالم و بی‌عدالتی های موجود می سازد در تصمیم محمد بی تأثیر نبود که چرا از این برنامه تبلیغاتی به نفع خودش استفاده نکند؟ و از طرفی خواست محمد این بود که تمامی مسیحیان و یهودیان را به اسلام درآورد و در آن زمان به هیچ وجه به ایرانیان و شکوه و جلال دستگاه ساسانیان حتی فکر هم نمی کرد. درست مثل اینکه کسی بخواهد با دم شیر بازی کند. از این رو محمد خود را تابع آیین ابراهیم معرفی کرد، چون ابراهیم نه مسیحی بود، نه یهودی و نه بت‌پرست و هر گروه یعنی مسیحی ها و یهودی ها ابراهیم را قبول دارند. نکته مهم در تفکر محمد این بود که کاری به مسیحیان و یهودیان نداشت و تنها از آنها دعوت کرد که به اسلام گرایش پیدا کنند. البته فقط در اول کارش. نکته دیگر مهم در تفکر محمد این بود که دین یهود بر پایه برتری نژادی ساخته شده و یهودیان و نژاد بنی اسرائیل خود را برترین نژاد دنیا می دانند، که البته هیتلر خلاف آن را ثابت کرد و یهودیان اعتقاد دارند که تنها نژادی هستند که صلاحیت آن را دارند تا با خدا تماس بگیرند. و اگر شنوندگان خوبم در کتاب مقدس بخش خروج تفحص کنند، میبینند که خدا نه تنها با موسی رو در رو به سخن مینشسته، بلکه با ده ها تن از اطرافیان او نیز مستقیما صحبت میکرده، نظیر هارون. لذا وقتی مردمانی حرف از برتری نژادی میزنند، دینشان نمیتواند همه جاگیر شود و مردمان پس نیز به آن دین گرایش پیدا کنند. مسیحیت نیز به مناسبت اینکه با انگیزه تکمیل دین یهود آمده بود، نمیتوانست قابلیت جهانگیری داشته باشد. لذا اسلام که حرف از برابری و برادری و یکسان بودن نژاد، رنگ و قوم میزد، میتوانست جنبه جهانی پیدا کند. محمد اسلام را به وجود آورد در حالی که پای و اساس آن بر موازین عقلانی و استدلال نیست و تماماً در برگیرنده تضادها و خردگم کردگی های واضح است. به هر حال شنونده های خوبم، میبینید که امروز نزدیک به 1 میلیارد نفر در روی کره خاکی چشم بصیرت را بسته و کور کورانه از تئوری های واپسگرانه اسلام تبعیت میکنند. خب محمد در 40 سالگی است که روزی از غار حرا مراجعت کرده و در حالی که می لرزد خودش را در آغوش خدیجه می اندازد. حال مابقی قصه را از کتاب فجر اسلام برایتان شرح می دهم. ای خدیجه، مرا بپوشان، مرا بپوشان. خدیجه او را نگریست. این محمد همیشگی او نبود، هرگز محمد را اینطور ندیده بود. شوهرم چت شده؟ مرا بپوشان، مرا بپوشان. چرا میلرزی؟ چرا آخه؟ میترسم، مرا بپوشان. خدیجه وحشت زده با اندیشه آنکه مبادا محمد گرفتار تب و عارضه دوران بچگیش شده است و باز سر و قش به سراغش آمده، آب آورد و تن داغ محمد را با آب شست. 1 ساعت گذشت تا آنکه محمد به خواب رفت و هنوز چند ساعتی نخوابیده بود که باز قرشی آمد و باز جبرئیل بود که می گفت ای جام به خود پیچیده، برخیز. حال بماند که در تمام کتب تاریخی می‌خوانیم که بار اول جبرئیل به محمد گفت بخوان، بخوان به نام پروردگارت که عالم را خلق کرد،
و دیگر هیچ تماسی بین محمد و جبرئیل نمی بینیم، آن هم تا 3 سال که بعد از 3 سال که از ملاقات اول می گذرد باز جبرئیل می آید و می گوید یا محمد، تو رسول الله هستی و من جبرئیلم. حال این جناب فرزانه میم الف فجر این ملاقات های بدون اپوینتمنت قبلی را از کجایش در می آورده ما نمی دانیم. بله، چند ساعت بعد از گفتن بخان جبرئیل باز به سراغ محمد می آید و می گوید برخیز و مردم را آگاه کن، برخیز که آرامش و رامش و خفتنی در کار نیست. و بلافاصله محمد از جایش بلند شده، به کلی ترسش ریخته، جامه را از خود دور کرده و مصمم دست راستش را به علامت سلام نظامی بیخ گوشش گذاشته و در حالی که پاهایش را به هم میکوبد میگوید بله سرکار، در خدمتگزاری آماده ام. خدیجه گیج و هاج و واج از این رفتارهای عجیب و غریب کنار محمد آمده و میپرسد تو را چه می شود؟ و باز محمد که برای لحظه ای تردید و شک وجودش را می گیرد می گوید می ترسم، می ترسم ای خدیجه. و خدیجه می پرسد از چه می ترسی؟ و محمد نطخش گل می کند و می گوید ای خدیجه، من باید در برابر این مردم، این توده جاهل شریر، این سفیهان و مسخ گشتگان، این بت‌های گنگ که تنها وجه امتیازشان بر یکدیگر خونریزی و ستمگری است، در برابر این ملت خرافی و تباه گشته از جهل که دخترانشان را زنده به گور می‌کنند بایستم. البته که این قسمت را نمیتوان باور کرد، چون 2 دلیل قانع کننده داریم. اول اینکه سکس داشتن با زن برای عرب جماعت از نان شب هم واجب تر است و برای این کار لازم است که جنس مؤنثی متولد و بعد بزرگ شود. و دوم اینکه اگر طبق احادیث ساختگی قوم دقلکار مذهبی که این افسانه ها را ساختند تا محمد را ناجی حفظ جان زنان اعراب قرار دهند و او بود که وقتی به پیامبری رسید جلوی این کار را گرفت، میبایستی با زنده به گور کردن نوزادان دختر پس از 1-2 نسل نسل اعراب به کلی منقرض شده باشد. مگر اینکه مردان عرب از قدرت حامل شدن و زاییدن برخوردار بودند و ما نمی دانستیم. به استناد صدها مدرک تاریخی و مستدل، زنان عرب پیش از محمد از ارج و قربی به مراتب بالاتر برخوردار بودند و محمد و دین تازه‌اش آنها را از همه چیز محروم ساخت. نه اینکه در قصه ها بنویسند اعراب دختران خود را زنده به گور می کردند و وقتی محمد آمد جلوی این کار را گرفت. این یک دروغ و جعل کثیف تاریخی است که فقط در دکان دقلکاران مذهبی پیدا می شود. در کتاب فجر اسلام می‌خوانیم که پس از نطق فوق که توسط محمد ایراد شد، او مثل زنان به گریستن و شیون دست می زند و ضمن نوحه خوانی به خدیجه می گوید ای خدیجه، می ترسم مردم بگویند یا شاعر شده یا دیوانه. خدیجه جان، می ترسم مردم بگویند او شعر بافته و ساحری آموخته و یا مجنون شده. درست است که این نوشته ها رنگ خرد باختگی دارد، اما گاه گاهی از زبان آدم های خلوچل هم حرف های درستی در می آید. برای نمونه همین گفته ها. گفتیم که بین اولین و دومین ملاقات جبرئیل با محمد 3 سال طول کشید. در این مدت محمد با الهام از گفته های الف میم فجر به تفکرات بسیاری نشست که چطور و چگونه افکارش را بیان دارد، که نگویند دیوانه شده و یا ساحر است.
لذا محمد در این 3 سال طرح‌های لازم را تهیه و از سر فرصت کلیه اقدامات و عملیاتی را که میبایستی انجام گیرد بارها و بارها مورد مرور قرار داد و خود را از هر جهت آماده ساخت تا دین جدیدش را عرضه کند. گفتیم که محمد پس از رسیدن به سن بلوغ خیلی خود را علاقمند به آموزش فرایض مذهبی و آداب و رسوم دیگر ادیان نشان می‌داد و حتی چنان رفتار یهودیان در ذهن محمد اثر می‌گذارد که در قرآن می‌نویسد آیه 15 از سوره جاویه: و ما آنها را، یعنی قوم اسرائیل، بر سایر مردم برتری دادیم. بدیهی است که بدون مشاهده عینی و تفحص و تعمق در احوال دینهای مسیحیت و یهودیت محمد قادر نبود دین اسلام را پایه‌ریزی کند. خدیجه برای اینکه محمد را آرام کند که مبادا بلایی سر او بیاید به محمد میگوید: شوهرم، خدا تو را به رسالت برگزیده، و بدین گونه او را آرام می کند. بنابراین فهمیدید که ایمان خدیجه به محمد چگونه بود. پس از خدیجه غلام محمد که اسمش زید بود به محمد ایمان می آورد، که در این خصوص ما حرفی نداریم که بزنیم، فقط می گوییم مگر غلام محمد از خود اراده‌ای داشت که بگوید نه یا بله؟ محمد مالک زید بود و زید چه حقی داشت تا اظهار نظر کند؟ ما که در قرن 21 زندگی می کنیم آزادی فکر نداریم. ما که در مهد تمدن دنیا و دموکراسی مطلق زندگی می کنیم برده کارفرمای خود هستیم که اگر ما را فایر کنند با این همه بیلهای ریز و دروش چه خاکی به سرمان بریزیم. و آن وقت اسلام شناسان عزیز به ما میگویند زید غلام محمد چشم بسته به او ایمان آورد. ای که زکی! سومین کسی که ایمان آورد پسر عمویش علی بود که آن موقع 16 سال بیشتر نداشت و فکر میکرد رفته سینما و فیلم حضرت موسی را تماشا میکند. در تصورش این بود که به زودی عموجانش هم دریا را باز میکند و یا از عصا مار میسازد و یا بلای خون و طاعون، بلای قورباغه و پشه، بلای دمل و تگرگ و بلای تاریکی بر سر کله آنهایی که یک عمر موجب آزار عموجان شده اند و به او زخم زبان زده اند نازل خواهد کرد. در این 3 سال محمد به هر کسی روی آورد و از او دعوت به عمل آورد مورد تمسخر و استهزا قرار گرفت. در این مدت تنها او توانست 13 نفر را به دین اسلام درآورد که 10 تای آنها برده و غلام بودند و آدم حسابی این 13 نفر یکی خدیجه بود و دیگری علی و نفر سوم ابوبکر. محمد متوجه شده بود که دعوت‌های فردی به جایی نمی‌رسد، کاری که پس از 1400 سال هنوز سران اپوزیسیون خارج از کشور می‌کنند. 5 نفر را جمع می‌کنند و وقتی سراغ نفر ششم می‌روند آن 5 نفر اول را از دست می‌دهند. 1400 سال است که تجربه دیگران را دیدند و باز به همان راه می روند و از پله اول نردبان هیچگاه پا بر پله دوم نگذاشتند. خودمانیم، ما هم یک چیزمان می شود. عجیب است که از قصه پیامبر شاه عرب یک دفعه گریزی به صحرای کربلا می زنیم و پای اپوزیسیون خارج از کشور را به مسئله محمد باز می کنیم. خب گفتیم که محمد متوجه شد که از دعوت‌های فردی به جایی نمی‌رسد، لذا تصمیم می‌گیرد تا با یک اقدام حاد سران قبیله قریش را یک جا جمع کند. در اجرای این تصمیم او 40 تن از سران قبایل قریش را به ضیافتی با شکوه دعوت می‌کند. بالاخره انگار پول خدیجه و فکر صحیح کار خودش را کرد.
و سر میز شام از جا بلند شده و نطق خود را به شرح زیر بیان می‌دارد. پرستش بت‌های بی‌روحی که در خانه کعبه گذاشته شده و فاقد هر گونه قدرتی هستند و سجده به سنگ و چوب‌های مذکور را به وجود آورده اند، یک خیال واهی و یک عمل غیر عقلانی است که باید برای همیشه متروک شود. در واقع به غیر از خداوند تبارک و تعالی که زمین و آسمان و بشر را خلق کرده، خدای دیگری وجود ندارد. من پیامبر و رسول فرستاده از طرف خدا هستم. دین من برحق است و هر که هر دین و مذهب دیگری را به غیر از دین من پرستش کند در اشتباه خواهد بود. اگر شما افراد طایفه قریش از دین من پیروی کنید رستگار خواهید شد و اگر سرپیچی کنید به آتش جهنم خواهید سوخت. اما واکنش سران قبیله قریش تنها در لودگی و مسخرگی خلاصه شد و این خبر به سرعت در شهر پیچید و مردم در حالی که دست روی شکمشان گذاشته بودند تا از شدت قهقه روده هایشان پاره نشود، بلند بلند می گفتند زکی، این مرد که در نهایت فقر و مکنت به سر می برد و از میدان جنگ فرار می کرد، کسی او را در میان مردم نمی دید و همیشه خودش را پنهان می کرد و با پول یک بیوه به مال و منال رسیده، حالا ادعای پیامبری می کند. پدر جان برو گوسفندانت را بچران، تو را چه به این حرف ها؟ ثانیاً تو چطور می توانی به بت‌های مورد پرستش ما که در ضمن ناندانی ما هستند توهین کنی؟ اتهامات وارده زیاد بودند و تحملش برای محمد از حد توان خارج بود. اولین کسی که جهت دادن پند و نصیحت سراغ محمد آمد، عمویش ابو طالب بود که ای بابا، حالا که به مانوملار رسیدی از این کارها دست بردار، فکرت را برای خودت حفظ کن، مگر از جانت سیر شدی؟ محمد در مقابل توصیه ابو طالب به گریه می افتد و می گوید چون دین من بر حق ترین ادیان روی زمین است، به هیچ وجه از آن دست بر نمی دارم. هنگامی که محمد از طرف قبایل قریش ناامید شد، به سمت اهالی یثرب رفت. در وجود اهالی یثرب دو فاکتور مثبت برای محمد و خواسته هایش وجود داشت. اول اینکه اهالی آنجا ذهنشان از تبلیغات یهودی ها راجب اینکه به زودی پیامبری خواهد آمد پر بود. در ضمن یثربی ها از گذشته های دور کینه و عداوت دیرینه‌ای با اهالی مکه داشتند. با مذاکراتی که محمد با یثربی ها کرد، از دید اهالی مکه و مردمان قریش خائنی بود که به تمام معتقدات و سنن و آداب و رسوم قبیله‌ای پشت کرده و با دشمنان آنها روی هم ریخته است. قریشی ها به خاطر این کار محمد چنان از او نفرت به دل گرفتند که اگر ابو طالب نبود 10 بار محمد را به قتل رسانده بودند و بالاخره محمد فرار از مکه را بر ماندن و نابود شدن ترجیح داده و قبل از آنکه به مدینه برود، چند ماهی هم بین راه حوالی کوه حرا به تبلیغات دینی خود برای کاروانیان می پرداخت. ابو طالب پیش هر کسی که می رفت می گفت عموزاده من دیوانه شده، او را ببخشید، و آنقدر در این خصوص اصرار کرد تا لغو تبعید محمد از مکه را گرفت و بار دیگر محمد در سال 619 میلادی به مکه بازگشت. با آمدن محمد به مکه، یگان ناجی و سفر بلای او یعنی ابو طالب میمیرد و سال بعد یعنی 620 میلادی همسر 56 سالش خدیجه با او بدرود گفته و نقاب در چهره خاک میکشد. با فوت ابو طالب و خدیجه، محمد بار دیگر به دعوی از دین تازه می پردازد و بار دیگر با یثربی ها وارد مذاکره می شود.
در سال 622 میلادی با یثربی ها در کوه عقبه قراردادی امضا می کند. شنوندگان خوبم، عقبه ناحیه ایست بین منا و مکه و جمره و دیواری که حاجیان آن را سنگسار می کنند در آن محل قرار دارد. کار خیانت محمد به قبیلش برای بار دوم و پس از وساطت ابو طالب نابخشودنی بود. لذا 40 تن از سران قبایل قریش در محلی به نام دارالندوه گرد آمدند و تمامی رأی به مرگ محمد دادند. قرار بر این شد که شبی به خانه محمد ریخته و او را در بستر بکشند. محمد از این دسیسه مطلع شده و علی را به جای خودش در بستر قرار داد و شبانه به اتفاق ابوبکر و زید پدر سوده زن جدیدش از مکه فرار می کند. فرار محمد از مکه می شود مبدأ تاریخ هجری، یعنی در واقع عمر اسلام از زمان فرار محمد از مکه به مدینه شروع می شود. ظریفی می گوید در آن زمان اگر مردم یثرب از پذیرش محمد خودداری می کردند، اسلام به عنوان یک رویای مالی خولیایی فراموش می شد و در نهایت محو می گردید. لذا به این نتیجه می رسیم که اسلام زائیده دشمنی مردم یثرب و مکه است. مردم مدینه در واقع اسلام را به عنوان یک سلاح و سیاست ضد کعبه انتخاب کردند، نه به عنوان یک دین جدید. پس از فرار شبانه محمد، 3 روز بعد علی نیز به او ملحق می شود. یکی از داستانهای جلی اسلامی در خصوص فرار محمد این است که او می بیند کسانی که در تعقیب او هستند به او بیش از اندازه نزدیک شدند، لذا به غاری رفته و بلا فاصله در عرض لحظاتی دهانه غار با تار عنکبوت بسته می شود. مصطفی عقاد سازنده فیلم محمد رسول الله به هنگام بازسازی این چاخان شدیداً تحت تأثیر فشار روحی قرار می گیرد. او فکر می کند آخر چگونه می توانم این صحنه را به خورد هموطنان آمریکاییم بدهم؟ آنها از ویژگی عنکبوت مطلعند و می دانند که عنکبوت قادر نیست طوری تار بتند که بتواند دهانه یک غار را بپوشاند. در ضمن او که فیلم علی بابا و 40 دزد بغداد را نمی سازد که از عنکبوت های هالیوودی عظیم الجثه استفاده کند، لذا در فیلمش دهانه سوراخی را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد سوراخ روباه است، که البته تشبیه دور از عقلی نیست و در این خصوص صداقت او قابل تمجید است. خب، محمد وارد مدینه شده و در خانه ابو ایوب انصاری منزل می‌کند. این خانه در محله قبا قرار داشت و بلافاصله در همان هفته‌های اول به منظور رقابت با خانه کعبه به احداث مسجدی در مدینه اقدام کرده و این مسجد همانا آرامگاه اونیز هست. در همان سال نخست رفتن به مدینه سلمان فارسی به او ملحق شده که در خصوص سلمان و نقش او در نوشتن قرآن ضد و نقیص های بسیاری وجود دارد. حال مردم مدینه محمد را پذیرفتند و از او توقعاتی دارند. تنها مسجد ساختن درد آنها را دوا نمی کند. آنها به فکر انتقام از طایفه قریش و مردمان مکه‌اند و اینجاست که محمد تحت فشار دوست و دشمن تنها راه نجات را در جنگ می‌بیند. لذا تن به اولین جنگ خود، یعنی غزوه بدر می‌دهد. لازم تذکر است که محمد در طول 23 سال پیامبرشاهی خود 83 بار جنگ راه انداخت که جنگ های او به نام غزوه و یا سریه خوانده می شوند. غزوه جنگ هایی است که محمد در آن شرکت داشته و سریه جنگ هایی است که سرداران او بدون حضور او شرکت داشتند.
گفتیم که اولین جنگ محمد به نام غزوه بدر بود که در روز جمعه 17 رمضان سال دوم هجری مطابق با سال 624 میلادی در محلی به نام بدر اتفاق افتاد و سپاه محمد در این جنگ 600 نفر نیروهای مکه را شکست داد. تعداد افراد محمد 300 نفر گزارش شده است. فرماندهی لشکران مکه با ابو جهل بوده. پیروزی محمد در این جنگ به نفوذ او افزود و در جریان این جنگ سرداران معروفی از سپاه قریش به نامهای عتبه، شبیر، ولید ابن عتبه و امیت ابن خلف کشته شدند. در این جنگ بود که اسرایی نظیر عتبه ابن ابی معیط و نفر ابن حارث را پیش محمد آوردند. از مشاهده این دو تن محمد به یاد مخالفت‌های آنان در مکه علیه او افتاد و با این احیای خاطره دستور داد تا گردن هر دو را بزنند. علی‌رغم اینکه نفر اسیر مقداد همرزم محمد در جنگ بدر بود و مقداد طمع به فدیه داشت، از این رو به محمد گفت این اسیر مال من و جزو غنایم من است. و محمد گفت مگر فراموش کردی همین پلید می گفت ما قرآن را شنیدیم و اگر بخواهیم نظیر آن را می آوریم. اینها جز افسانه های کهنه چیزی نیستند. محمد که حتی تحمل یک مخالفت در مقابل خواستش را ندارد، کسی را به جرم گفتن اینکه ما می توانیم نظیر قرآن را بگوییم گردن می زند. پس از گردن زدن نفر ابن حارث نوبت به عقبه می رسد و محمد خطاب به عاصم ابن ثابت می گوید گردن این یکی را تو بزن. عقبه فریاد کنان می گوید بچه هایم چه می شوند؟ و محمد می گوید انتم ستت خلون نار، یعنی تماماً بروید به جهنم. می بینید که رفتار و گفتار محمد در اینجا درست مثل آخوندهای شیعه مسلک ایران خودمان است. من تأثیرات قلبی خود را نمی توانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. من با تأثیرات قلبی روز شماری می کنم که مرگشان پیش آید. آخر این چه طاعونی بود که بر مردم مکه افتاد؟ یک عمر از بغل این ملت خورد و خوابید. این ملت تر و خشکش کردند. این ملت بود کسی که با پولش او را از دربدری و بدبختی و زندگی فلاکت با رهانیت، از این ملت بود و حالا او بر این ملت پشت کرده است، به این ملت خیانت کرده است. مریدانش را دستور می دهد سر بزنند، خواهرانش را به دست اجنبی می سپارد تا آنان را بی سیرت کنند. ای محمد، اگر تو با نفر ابن حارث و عقبه ابن معیط خصومت داری، به بچه های کوچک آنها چه کار داری؟ به طفل شیر خار او چه کار داری که میگویی همه تان بروید به جهنم؟ زن او چه گناهی کرده که او را در کنار کال بوده بدون سر همسرش به زور مورد تجاوز قرار میدهی؟ داد خود را به چه کسی باید بگوییم؟ به چه کسی باید عرض خود را برسانیم؟ البته امروز به من خبر دادند که عده‌ای از اهالی مدینه را بردند به سازمان امنیت و محمد به آنها دیکته کرده که هیچ کس حق ندارد علیه اسلام حرف بزند و هر چه محمد میگوید باید گوش دهند و دم بر نیاورند. اینها فقط به غارت فکر می کنند، به چپاول فکر می کنند، به زنان اسیر و غنایم جنگی فکر می کنند. اگر روزی جنگ می کنند و خسته می شوند، شبها آرامش دارند و حال می کنند. با این کارهایی که محمد می کند، قلب من در فشار است، خوابم کم شده است. آقایان، من اعلام خطر می کنم. ای اهالی مدینه، من اعلام خطر می کنم. ای اهالی مکه، من اعلام خطر می کنم.
این طاعون را باید از بین برد. ای سران قبایل عرب، بداد برسید قبل از اینکه این هیولا بزرگ شود، او را از بین ببرید. وقتی محمد در جنگ بدر پیروز شد، خرد گم کرده های آن زمان آن را به حساب خدا پرستی او گذاشتند و گفتند چون او از طرف خدا آمده توانست با 300 نفر حریف 600 نفر شود. علارغم این پیروزی هنوز محمد راهی بسیار طولانی در پیش رو داشت تا همه را مطیع خود سازد، خصوصا یهودیان را. او در ابتدا می پنداشت که به تدریج یهودیان نیز اسلام خواهند آورد و وقتی دید که از روی آوردن آنها به اسلام خبری نیست و هر روز به میزان لودگی و مسخره بازی و استهزاء او و پیروانش توسط آنها افسوده می شود، تصمیم گرفت به محض اینکه به قدرت رسید دخل تمامی آنها را بیاورد. لذا یک سیستم جاسوسی در مدینه به وسیله پیروانش پیاده کرد و رمز موفقیت هم این بود که رئیس آن را سپهبد نصیری نکرد. خبرچینان محمد هر صحبت و برنامه ای را به گوش او می رساندند. در آن زمان در شهر مدینه شاعری بود به نام اسما دختر مروان از طایفه اوس. اشعار این شاعره تمامی در حجب محمد بیگانه و گرایش گوسفند وار اهالی مدینه به دور او بود و او می گفت که مردی که به طایفه‌اش پشت کرده و در جنگ رئیس آن را کشته حالا دعوی پیغمبری نموده. محمد پیامبر خدا، دریای رحمت و بخشایش، بلا فاصله عمیر ابن عدی شوهر سابق اسما را که از چشم نابینا بود به حضور طلبیده و پس از مدتی به قول فرنگی ها برین باش به او تکلیف می کند که همسر سابقت را باید بکشی. عمیر شب هنگام وارد خانه اسما می شود. اسما و کودکانش در خواب هستند. او خود را به بستر اسما می رساند، کنار بستر زانو می زند و دست پیش می برد تا اسما را لمس کند. دستش به کودک شیرخوار اسما می خورد که مشغول شیر خوردن از پستان مادر است. بچه را می خواهد بلند کند که اسما از خواب می پرد. عمیر بچه را به کناری پرت کرده و با یک دست گلوی اسما را می فشارد و با دست دیگر خنجرش را کشیده و به سینه اسما فرو می کند. صبح روز بعد محمد که از جریان قتل اسما آگاه می شود، به هنگام نماز صبح در مسجد از عمیر می پرسد آیا دختر مروان را تو کشتی؟ عمیر پاسخ می دهد بله، و سپس محمد خطاب به حاضران در مسجد می گوید شما میل دارید کسی را که به خدا و پیغمبرش خدمت کرده بشناسید؟ اگر می خواهید به عمیر نگاه کنید. 1400 سال از این جنایت محمد می گذرد و در سرزمین طاعون زده ایران روح الله خمینی می آید و باز قصه پر از درد آن زمان تکرار می شود. مادر مغزشویی شده محمود طریق الاسلام جگرگوشش را لو می دهد و دژخیمان روح الله او را می کشند و روح الله در تاریخ 4 شهریور 1360 او را به عنوان مادر نمونه معرفی می کند و می گوید این کاری که تو کردی ای زن که پسرت را به مجازات سپردی نمونه ای شد در اسلام. این کار را همه باید بکنند. وظیفه همه مردم مسلمان است که پسران و دختران خاطی خود را تحویل دهند و مردم باید پند بگیرند از آن مادری که پسر خود را آورد و به دست محکمه سپرد و آن پسر اعدام شد. این یکی از نمونه های اسلام است و دیگران هم همینطور باشند. پس از آلوده شدن دست‌های محمد به خون اسما، بلافاصله او مرتکب دومین جنایت خود می‌شود.
این بار قرعه به نام ابو عکف پیر مرد 100 ساله طایفه بنی عمر می‌خورد. ابو عکف نیز با محمد و دین تازه‌اش مخالفت می‌کند و محمد در جمع تعدادی از پیروانش می‌گوید چه کسی داوطلب است مرا از دست این عنصر فاسد نجات دهد؟ و یکی از افراد طایفه بنی عمر که تازگی اسلام آورده بود این کار را قبول می کند و ابو عکف را کشته و مورد تفقد محمد دادگر قرار می گیرد. محمد بر نفوذ خود در مدینه می افزاید و روزی سراغ طایفه یهودی بنی قینقا رفته و از آنها می خواهد تا به اسلام در آمده و از یهودیت دست بردارند. سران طایفه پیشنهاد محمد را رد کرده و به او می گویند هر کاری از دستت برمی آید انجام بده، ما مسلمان نمی شویم. در این اوضاع و احوال طبق نوشته ابن هاشم، تاریخ طبری، الوکیدی و ابن سعد ماجرای اتفاق می افتد که بهانه به دست محمد داده و به استناد آن محمد به طایفه بنی قینقا حمله می کند. ماجرا از این قرار بود که در بازار یهودیان که به شغل زرگری اشتغال داشتند یک دختر مسلمان جلوی یک مغازه نشسته تا زرگر سفارش او را حاضر کند. یکی از جوانان شیطون یهودی یواشکی دامن دختر را به بالای لباس او با سنجاق وصل می کند. دختر وقتی بلند می شود تمام زیر پوشش هویدا می شود و او بنای جیغ و داد را می گذارد. یکی از مسلمانان که ناظر این ماجراست گریبان جوان یهودی را گرفته و او را می کشد. یهودیان بازار نیز سر فرد مسلمان قاتل ریخته و او را می کشند. این خبر به گوش محمد می رسد و انگار که محمد نیز از روش جنازه گردانی شیعه ها با خبر بوده. بیدرنگ سپاه خود را برای حمله به طایفه بنی قینقا تجهیز می کند. محمد قلعه یهودیان بنی قینقا را محاصره می کند. یهودیان که منتظر کمک از طرف اهالی قبیله خزرج می باشند به این واقعیت پی می برند که انتظار آنها بیهوده است و از کمک خبری نیست. پس از 15 روز که از محاصره قلعه گذشت افراد طایفه بنی قینقا خود را تسلیم محمد کردند. در این جنگ غنایمی که نصیب محمد شد بیشمار بودند و انصار او را ثروتمند نمودند. رفتار ظالمانه محمد نسبت به افراد طایفه بنی قینقا اختلاف و شکاف تازه‌ای بین مسلمانان و آنهایی که هنوز اسلام نیاورده بودند انداخت. پس از ماجرای طایفه یهودی بنی قینقا رویداد دیگری در زندگی محمد رخ داد که صفحات زندگی این پیامبر جبار خونریز را بیشتر از پیش رنگین ساخت و آن قتل کعب ابن الاشرف بود. جرم کعب نظیر جرم اسماء و ابو عکف بود و اشعار کعب شدیداً محمد را آزرده ساخته و دستور به قتل او می دهد. محمد بن مسلمه را وامی دارد تا کعب را به قتل برساند. به او می گوید با سعد بن معاذ رئیس طایفه اوس برای انجام این کار مشورت کن. نقشه بدین صورت طراحی شد که محمد ابن مسلمه خودش را به کعب نزدیک کند و ضمن تمجید و تعریف از افکار و اشعار او علیه محمد اعتماد او را به خود جلب نماید. رابطه این نقشه ناجوانمردانه ابو نعیلا برادر رضایی کعب بود که پیش او آمده و گفت محمد بن مسلمه با چند تن دیگر در نظر دارند اقداماتی علیه محمد که عامل مصائب و فقر و فلاکت در مدینه شده و کاری کرده که آرامش از این دیار رخت ببندد بکنند و نیاز به کمک دارند. بهتر است به آنها در راه پیکار با محمد همداستان شوند.
و کعب که به مغزش خطور نمی کرد که برادر رضاییش به او خیانت کند، این پیشنهاد را پذیرفته و علارغم مخالفت‌های زن جوانش به دیدار آنها رفته و با حمله نخست توسط ابو نیلا که فریاد می‌زند او را بکشید، دشمن خدا را بکشید، ما بقی با شمشیرهای لخت به جان کعب افتاده و او را قطع قطع می‌کنند و بلافاصله خود را به مسجدی که محمد در آنجا به انتظار آنها ایستاده میرسانند و محمد میگوید خوش آمدید، پیروزی شما را شاد باش میگویم، و مهاجمین سر قطع شده کعب را جلوی پای محمد میاندازند. محمد خوشنود لگدی به سر قطع شده کعب میزند و شکر خدا را به جای میآورد. ویلیام مور اسلام شناس معروف میگوید آموزش های مذهبی محمد زیر پوشش اسلام و رضای خدا تنها در جهت ارضا و دستیابی به امیال او صورت می گرفت. روز بعد از قتل کعب، دستور علنی محمد مبنی بر قتل عام یهودیان صادر گردید. با صدور دستور محمد، محیزه یکی از پیروان محمد یک تاجر یهودی را که سالیان سال با او داد و ستد داشت و نامش ابو سنیعا بود کشته و اموالش را تصاحب می کند. برادر محیزه که حویزه نام دارد با دیدن اقدام برادر به او پریده و می گوید ابو سنیعا هم پیمان طایفه ما بود، ولی محیزه می گوید به خدای محمد سوگند، اگر محمد به من دستور دهد تو را هم خواهم کشت. محمد چنان رعب و وحشتی در دل مردم ایجاد می کند و چنان حکومت تروریستی و خفقانی پیاده می سازد که اگر گرایشی دیده می شد از ترس جان بود نه از اعتقاد. پایان بخش اول کتاب. در ادامه با بخش دوم و پایانی این کتاب مهم نیز همراه باشید.